عشان سلام. سلام مجدد. دشمن کدوم اسلامی شما؟ اسلام واقعی؟ همش، هم واقعیش هم غیر واقعیش، هر چیزی که دین باشه، هر چیزی که حتی خرافات باشه. ولی جدی اگه اسلام یه دونه بود خیلی کار راحت تر بود. با 2009 اسلام طرفیم. نه آره، ولی خب ما مشکلمون با اصل دینه، با اصل ایمان. آرمین من وایستادم تا این آخرشون سوالم بی ربط، اشکال نره بپرسم یه سر. نه بپرس، نه با هر کس. آره. ببین من یه چیزی بگم، من با هر کسی که میاد بالا، ما برنامه‌ای که داریم گفتگو با یک بی خدا، هر قسمتش موضوع خودش میتونه داشته باشه و کسی که میاد بالا تعیین میکنه که موضوع چی باشه. آره آخه چند نفر الان راجع به یه چیزی حرف زدن، بعد یه هو بیای مثلا به پری وسطه بحث نه فیزیک و اینا، شاید کسی خوش استاد گفتن به اجازه بگیرم مثلا. نه نه خیلی، اینا کلیپ میشه جدا جدا، برای همین آره کدومش میشه ویدیو خودش. من داشتم یه چیز میدیدم، شاید حتما دیدید، یه چیزی هست ورلد ساینس فستیوال که هر سال برگزار میشه. آره اسمش ورلد ساینس فستیوال. بعد که مثلا یه قسمت این که من میگم مال قدیمیه، مال سال 2014 که اسم موضوعش اینه که مثلا ورقه نازک واقعیت. نه فارسیش هم میتونی بگی که بقیه بفهمن. میشه جشنواره علم جهانی، علم جهانی، علمی جهانی. فارسی موضوعش هم میشه که ورقه نازک واقعیت دنیا، مثلا به عنوان هولوگرام. هولوگرام نمیدونم چی میشه، the universe as a hologram. خب بعد آره یه چند نفر اومدن دانش راجعه این صحبت میکنن که مثلا اون موقع استیون هاوکینگ مثل زنده بود، اینا مثلا با اون یه داستانی داشتن. اون میگفتش که وقتی که مثلا یه چیزی میفته توی سیاه‌چاله ها، دیتا بین میره، اطلاعات بین میره. اینا یه گروهی بودن که میگفتن که نه بین نمیره. آره باقی. بعد اینا حالا مثل که ثابت کرده بودن، اونم قبول کرده بود که اینجوریه و اینا. بعد این توی یه کدوم ثابت شد که باقی میمونه یا نمیمونه؟ میمونه رو روی سیاه‌چاله، مثل که باقی میمونه. آره آها آره. بعد اینا دارن راجع به چی صحبت میکنن؟ یه تیکه شما متوجه شدم، خواستم تا اطلاعات داری ازش یا نه. بیان راجع دارن راجع به مساحت پلانک صحبت میکنه. خب میگه من نمیدونم آره اصلا یه کلا وقتی تو فیزیک از دیتا صحبت میکنه منظورش چیه؟ ببین هر چیزی که میشه تمام جهان میشه به عنوان یک، ببین همونجوری که مثلا توی کامپیوترت، خب تمام چیزی که رو مانیتورت میبینی درک میکنی، مثلا توی بازی کامپیوتری، خب تمام این خونه ها، ماشین ها، حرکاتی که انجام میدی، بالاخره اینا همش یک دیتا، یک اطلاعاتی که رو هارد درایو داره پروسس میشه. خب همینجوری هم میتونی بگی که همه چیز توی جهان بالاخره اینها یک مثل یک کده، میدونی نظرم چیه؟ بالاخره هر اتفاقی که میفته شما اینا یک، هر کدوم از اینا رو به عنوان یک اطلاعات میتونین حساب بکنین، میدونی نظرم چیه؟ یعنی اگه شما تمام این چیزای زیر اتمی رو نگاه بکنید، تمام چیزایی که باعث میشه که ما الکترون داشته باشیم، پروتون داشته باشیم، نوترون داشته باشیم، همش مثل این میمونه که یک سری اطلاع، یک سری کدهایی هست، یک سری اطلاعاتی هست که اگه اینجوری پشت هم قرار بگیرن میشن الکترون، اگه اینجوری پشت هم قرار بگیرن میشن مثل نوترون یا پروتون. یعنی میشه برای همین، چون ما دنیا رو به عنوان یک بیننده داریم تجربه میکنیم، مثل اینه که همه چیزایی که باعث شکل دنیا به این میشه، اینه که این کدها به این شکل قرار گرفتن و باعث میشه که مثلا ما یه رنگی ببینیم، یک سگ ببینیم، یه درخت ببینیم. یعنی اینو به عبارت دیگه میشه به عنوان اطلاعات بهش نگاه کرد، یک سری کدهایی بهش نگاه کرد، صفر و یک ببینیم. آره البته صفر و یک مقدار پیشرفته تره. مثلا فرض کنید یک کامپیوتر شما صفر و یک و دو و سه و چهار داشت، مثلا یه همچین حالتی، و وقت دنیا هم یه همچین حالتیه، میدونم چه یه کدهایی هست که اون کدها، یعنی همه چی رو میتونی تقلیل بدی به این کدهای اولیه، همه چی رو، همه دنیا رو میشه تقلیل بدی به این کدهای اولیه که میشه به عنوان اطلاعات بهش نگاه کرد. منظورم رو میفهمی؟ آره. بعد ببین مثلا یه جور داری صحبت میکنی، میگه که مثلا یکی از ثابت های بنیادی طبیعت که مثلا درست کردن بهش میگن مساحت پلانک، که اندازش 10^-70 متر مربع، خیلی کوچیکه دیگه. خب بعد مثلا میگه که اطلاعاتی که مثلا
مثلا به مثال میزنم، یه توی این اتاق وجود داره هر اطلاعاتی، مثلا حتی میگه اطلاعاتی که تو دنیا وجود داره، خب میگه ما اینا رو میتونیم توی همین مقدار کوچیک جا بدیم. میشم میگم حالا اگه وقت کردی، مثلا اگه وقتت خالی بود همون بزن ورد ساینس فستیوال 2014، خب اینو اگه وقت کردی نگاه بکن، به نظرم جالب بود چون یه چیزی که میگفت آره ببینی احتمالا تو خیلی بیشتر متوجه میشی اینا. یک این اگه وقت کردی ببین، یه چیزم بپرسم، این یه چیزی هست که میگن که راجع به فضای خالی، یعنی که مثلا میگن بیشتر دنیا فضای خالی گرفته، خب حتی بدن ما رو، خب اینو من تصوری نمیتونم درست تصور کنم، تو چیزی میدونی ازش؟ خب تصور کردنش سخته، برای اینکه مغز ما ساخته نشده برای برداشت از دنیای زیر اتمی. ولی خب مثلا ما از تو حتی توی دبیرستان هم اینو خونده بودیم دیگه، که مثلا شما اگه یه اتم نگاه بکنید، بیشترش اون فضا پروتون، خالیه. آره اون پروتون و نوترونش، مثلا یه زمین فوتبال اگه نگاه بکنید، اگه تمام این زمین فوتبال بشه مثلا اندازه یک اتم، اندازه پروتون و نوترون میشه مثلا یه توپ فوتبالی که وسط این زمین باشه، و هر الکترون میشه مثلا اندازه یک پشه ای که داره. البته اینا خیلی سطحیه، به خاطر که ما میدونیم آره الکترون میدونم، و پروتون برای اینا اینکه تصور موج بتونی بکنی. موج هست، آره اینا موج هست، اصلا یک انتظاییه. شی نیست. آره ولی خب اگه بخوایم به طور فیزیک کلاسیک بهش نگاه بکنیم، هر یه الکترون مثل بنزی پشه میشه که داره دور این میدون فوتبال میگرده. یعنی شما فرض کنید که از این میدون فوتبال چقدرش باقی میمونه، که تنها جاییش که پره یک توپ فوتبال وسطشه و الکترونش هم بنزی پشه هست، یعنی همه این زمین فوتبال اکثرش میشه فضای خالی. خب ما هم همه چی، همه مولکول‌ها هم از اتم به وجود اومدن، اگه ما هم از اتمیم پس اکثرمون میشه فضای خالی. ولی وقتی اینو مثلا اینا رو کنار هم قرار میدی و توی دنیای واقعی میخوای تصورش کنی، انگار نمیخونه دیگه، خب برای در اینکه حد همون یه دونه اتم. آره. بر اساس آخه ببین، تصور ما اصلا هیچ خیلی فرق داره با جوری که دنیا هست، میدونم ازم شده. ببین اصلا تو اصلا تصور قرار نیست هیچ همبستگی داشته باشه با، یعنی باید یه ربطی داشته باشه که تو بتونی بقا پیدا بکنی. خب اگر ربطی نداشت خب میمردیم، درسته؟ ولی خیلی فرق داره با اون چیزی که اتفاقی که داره میفته. مثلا شما دستتو بذاری روی یک چیزی احساس کنی که سرده یا گرمه، خب سرد و گرم یعنی چی؟ سرد یعنی مولکولای یک جسمی تکون نمیخورن، اینجوری جهش تکون نمیخورن. گرم یعنی که دارن به سریعتر تکون میخورن. آیا شما وقتی دستتو میذاری یه چیزی احساس گرمی میکنی، داری احساس میکنی که چیز مثلا داره تکون میخوره؟ میگم مثلا یعنی اون احساس گرمی هیچ ربطی با هیچ شباهتی با این اتفاقی که داره رنگ میفته. دیگه، مثلا رنگا رنگ، همینه آره دیگه، دقیقاً، طول موجه دیگه. آره طول موج، ولی مثلا وقتی مثلا یه طول موج با یه طول موج دیگه، اینکه یکیشو قرمز میبینی یکیشو سبز میبینی، این قرمزی و سبزی، این مثلا تو وقتی قرمز میبینی میگی که او چقدر طول موجش کوتاهه، میدونی از چه. بعد آبی رو که میبینی که او طول موجش رفت بالا، میذاری این احساس بلند و پایینی طول موج نمیکنی، فقط یکیشو آبی میبینی یکیشو قرمز میبینی، میدونی از چه. بعد اگه زیادی رفت بالا یا رفت پایین اصلا دیگه نمیبینی، یعنی احساسات ما شباهت خیلی کمی داره با اتفاقی که داره پشت پرده میفته. آره بخ، خب مثلا اینو راجب همه چی همین هست دیگه، راجب رنگش هست، مثلا راجب چه میدونم کلا دیدن همینه دیگه، دیدن همینه، شنیدن همینه، یعنی کل تجربه ما رو مثلا انگار ما داریم با واسطه میبینیم دیگه، درسته؟ یعنی تجربه میکنیم دیگه، یعنی هیچی مستقیم ما درسته، همش نمیدیم. هم امکان نداره بتونیم مستقیم. ابن ایل میگه قرمز طول موجش بلندتره، نه قرمز فرکانسش بالا بیشتره. من درست گفتم فکر کنم، درست یا یادم رفته اینا؟ میگه قرمز طول موجش بلندتره، نه قرمز طول موجش کوتاهتره، فرکانسش بالاتره. اینو یه کسی به من بگه، من درست ایده یادم میاد ندارم یا نه؟ اوکی. آره بعد شاید من اینه درست که... یادم بگو. بس بعد منظورم اینه که اصلا میشه راجع به واقعیتی حرف زد که بدون واسطه باشه، که مثلا اصلا دنیا مثلا چه شکلیه، منظورم شکل هندسی نیست، خب یعنی میشه بدون واسطه راجع به واقعیتی حرف زد که اون دنیای واقعی چه جوری میتونه باشه، بدون اینکه ما از مثلا نه مردم چون ما بخوایم هر... چک ببینیم. چون هر موقعی که بخوایم دنیا رو به هر وسیله‌ای که بخوایم مشاهده بکنیم، اون وسیله خودش میشه پرده، میازم شه. یعنی از هر چیزی استفاده بکنیم برای مشاهده و درک دنیا، یعنی ما نمیتونیم این پرده رو بذاریم کنار،
چون پرده خودش وسیله است. یعنی بدون اون پرده اصلا قابلیت برداشت نخواهیم داشت. شما از هر میگه که ما چجوری میتونیم این پشت پرده رو ببینیم که دنیا واقعا به چه شکله. خب این پرده فقط پرده نیست، این پرده وسیله است. شما این پرده رو بذارین کنار، قابلیت اصلا چیزی ندارین که بخواید درک بکنین. حالا اگه میگیم ما از احساساتمون استفاده نکنیم، بیام از یه چیز دیگه استفاده بکنیم که دنیا رو مشاهده کنیم، خب این وسیله جدیدتون میشه پرده جدیدتون. این نظرم چیه؟ آره بازم یه شکل دیگه میبینه و مهم اینه که اون اصلی نیست دیگه، اون چیزه و حقیقتاً تو باید به یه شکل دیگه میبینی که باید اوکی دست در نکنم. اونو وقت کردی ببین حتما بعد اگه شد تا اگه تایم یه چیزی بگم مشه جان، من ترجیح میدم که کورسای دانشگاهی بردارم در برای این موضوعات. مثلا من الان چیزی که استفاده میکنم یه وبسایت هست به اسم واندریوم که قبلا هم اسمش گری کورسز بوده. چون من یه نگرانی که دارم از این که علم تو دنیای خارج از کورسای دانشگاهی اینه که یه مقدار جذابیت ممکنه مطرح بشه و به نظر من اگه اگه یه کسی جذابیت علم مهمتر باشه، اون وقت ممکنه یه سری چیزایی رو که به طور کامل مثلا ثابت نشده رو چون جذابیت داره به من یه ادعاهایی بکنن که اونقدر مثلا اونقدر اعتماد بهش اونقدر که اینا میگن نیست. میاد یه کتابای علمی همه جذاب نیست دیگه. اون کورسی که تو داری میری ببخش، اون کورسی که تو میری مثلا اگه واسه عموم بزن خب جذاب نیست. مجبورن اونایی که میان صحبت کنن توی برنامه‌ای یه ذره اصطلاحا میگم جذابش رو زیاد کن. ولی بایاس چی میشه؟ من میخوام مطمئن باشم چیزی رو که دارم مطالعه میکنم جانبداری نه تعصب. من نمیم یه ترجمه های خوبی پیدا نکردم اینجا، ولی ترجیح میدم که مطمئن باشم که چیزی رو که دارم یاد میگیرم به خاطر جذابیتش یه چیزی رو بزرگ نکرده باشم برای من از تبلیغاتی. میخوام مطمئن باشم یه چیزی رو به طور کاملا به بی‌طرفانه. ببین این موقع دانشمندایی که اومدن اونجا یه چیزی رو دارن میگن، ممکنه یه چیزی رو احتمالش بیشتر ادعا کنن تا هست، برای اینکه تئوری خودشونه. میدونی از چیه؟ میدونی چون تئوری خودشونه ممکنه مثلا احتمالش ممکنه در این حد بله مثلا آره بالاخره تو اگه دانشمندی باشی یه تئوریایی باشه که تو روش بیشتر کار میکنی، یه احساساتی داری به اون تئوریا، یه اهمیتی براشون قائل میشی که مثلا کسی که ممکنه علیهش باشه اونقدر براش قائل نشه. ولی به نظر من وقتی که یه کورسی رو دارم برمیدارم که یه کورس دانشگاهی باشه، یه کسی که داره میاد به من میگه چه آخرین ادعاها و تئوری‌ها چیه، همه رو میاد میگه، نقصش هم میاد به من میگه، کسایی که مخالفش هم هستن میاد درست به من میگه. برای همین من کورس‌های دانشگاهی رو این مقدار بیشتر ترجیح میدم نسبت به میدونم خیلی کار داری و خیلی درخواستش از زیادی باشه، ولی قرار بود که چیز کنی یه مثلا خلاصه هاشو بیا یه موقعی بر ما بگی و اینا، اگه وقتی خواهی شد اینا من خودم میکشه. چون من دارم یه فرمتی دارم براش پیدا میکنم که یه مقدار سخته، چون که من باید اول خلاصش کنم، بعد ترجمهش کنم، بعد من فارسیم هم هنوز اونقدر قوی نیست که بتونم ترجمهم رو قبول کنم، باید نمیدونم یه کسی باید بیاد کمکم کنه. من همین الان دارم سعی میکنم، یه مقداری طول میکشه که من پیدا کنم یه راهی که آره ولی خب مثلا ما که دسترسی شاید نداشته باشیم به این کاری که تو داری میکنی، خب کاری که تو هم میکنی راحت تره برام، میره اونجا می خلاصش رو بگیرم. ولی کل میدونم کارم زیاد داری، ولی من اول سعی میکنم ترجمه انگلیسی تو کانال انگلیسی Atheist Republic سعی میکنم ببینم آیا میتونم خلاصه های انگلیسیشو اول درست بکنم از این کورسایی که برمیدارم. خب بعد اون خلاصه شو که درست کنم، بعد سعی میکنم اونو ترجمه کنم، بعد خلاصه های فارسیش هم درست کنم. هدفم اینه. قولم نمیدم. مرسی. مرسی هاشم جان. قول دادی دیگه. فایده نداره. قول دادم که سعی میکنم. من قول حساب کردم. خیلی خوش. مرسی. خدافظ.